هلو. سلام علی جان. سلام به شما. حال شما چطور؟ خوب هستی؟ خدا رو شکر. این عینک میدونی چند وقت این بالا گیر کرده و پایین نمیان. الان از یادم میاد از زمانی که با شهرام آشنا شدیم، یه چند وقت بعدش این عینک همینطوری این بالا ماندگار شده. خوبه دیگه. خوبه. یه چیزی گذاشتم که نتونی برداری. یاد فیلم رفتم As Good As It Gets. بعد جک نیکلسون عینکش بالا بود، بعد با ابرو میآوردش پایین. آفرین، همون جوری. خوب هستی؟ به تبریک میگم برای استت قشنگ، برای اولین باره که همچین انقلابی. باز کارهای علی امیر قاسمیه دیگه. علیرضا امیر قاسمی دست قشنگ افتخارش بود. باعث افتخار ماست. ما دوستان قدیمی هستیم، با هم بزرگ شدیم. البته علی جون نقش برادر بزرگه منو همیشه داشته. قربانت. خوبی؟ همه چی خوب؟ خدا رو شکر همه چی عالی. الان شما در کجا اقامت داری؟ من در لس آنجلس هستم. لس آنجلس هستی؟ بله. چون همیشه جاهای مختلف زندگی کردی و بودی. بله. الان شهرام لس آنجلس. بله. و قصدی رو داری که اینجا بمونی؟ خب ما ترکیه سال 2010 یه خونه گرفتیم، یه خونه خریدیم و ماما اینا موف کردن اونجا. حدوداً 7 سال 2011 موف کردن و خب زیاد ترکیه میرم و میام و دبی هم زیاد یه خونه اونجا دارم که کرایه است فعلا. خوبه ترکیه؟ من ترکیه رو بسیار دوست دارم. میدونم تو زبان ترکی رو خیلی خوب بهش آشنایی داری. بله. مردم ترکیه چجور آدمایی هستن؟ مردم ترکیه عصبانی. عصبانی خیلی. دلخور. خودشون عصبانی هستن یا ما فکر میکنیم عصبانی هستن؟ نه اصلا کلن عصبانی هستن. چون مثلا روشون هم نمیشه حساب کرد. مثلا اسرائیلی ها هم که میبینی با هم دیگه صحبت میکنن یه جوری عصبانی هستن. تو ارمنستان هم این ارمنی هستن، ارمنستان رو نگاه میکنی اونا هم عصبانی هستن. مثلا کلن اون دوروبری همه عصبانی هستن. بالا به خدا خیلی قیافه ها عصبانیه. بعد نوع حرف زدنشون چی؟ نوع اتفاقا نوع صحبت کردنشون خیلی شیک و البته الان بیشتر اون موقع که من زندگی میکردم مثلا 28 سال 29 سال پیش قبل از که آمریکا بیام خیلی شیک و استانبولی مثلا صحبت میکردن، مثل فرانسه بود براشون. الان آذری رم آوردن، بیشتر لهجه‌های ترکیه قدیم هم دارن استفاده میکنن. آذری تو بلدی حرف بزنی؟ آذری هم بلد. خوب آذری چون استانبولی بلدم صحبت کنم بیشتر ولی آذری خیلی خوب میفهمم. میفهمی؟ بله. بسیار عالی. فرق زیادی نیستش. میفهمن هم دیگر رو. فرق داره. آخه یه داستان بود، من مصاحبه داشتم با ابرو گنداش، بعد ما هم نمیدونستیم شریه اینم اونجا لس آنجلس برنامه داشت، از فرودگاه آوردن صاف. آره فرودگاه آوردن صاف به استودیو. بعد همه صحبت کردن گفتن بهترین آدم الان میان اینجا، دو نفر انتخاب کردیم که اینا آذری هستن، یکیش پرویز غریب افشار عزیز بود، دیگری هم لیدا محقق. هیچ چیزی هم دیگر رو نمیدن. همینطور نشستن و بعد یه خانمم با ابرو اومده بود ایرانی، با گفتیم ندیگه ما جا برای شما نداریم، شما برو بیرون پشت دوربینا، من سوالا رو میکنم، اگر چیز بودش اینا ترجمه میکنن. اینا گفتن خیلی عالیه. ما شروع کردیم سوال کردن، هی گفتم خب حالا بگین، اینا گفتن این ابروه این ور ور نگاه کرد، بعد کم کم گفتی خانم خواهش میکنم جون مادرت بیا بگی بشین. همون خانم برای که ردش کرده بودیم. آره واسه همینم این داستان همچنان واسه من تازگی داشت که آیا آذری ها متوجه میشن استانبولیا چی میگن؟ درصد 50-50 میشه میفهمن، مخصوصا آذری های ما بیشتر میفهمن تا مال اون طرفی ها، مال استانبول. آخرین باری که دیدمت اینقدر خالکوبی نداشتی روی دستت. اینا تازه است. میگن خالکوبی اعتیاد هی میاره که میخوای بری یه خالکوبی دیگه بکنی، بعد یه خالکوبی دیگه بکنی. نه اینو دادم طراحی کردن. چی هست؟ آنام. او خدا بیامرزه مادر بزرگم. مادر بزرگم. آخه من اینجا زدم. خب خیلی شما نزدیک بودید. بله خدا بیامرزتشون. به هر حال همین که سنشون رو واقعا با خوب از این دنیا رفت، واقعا یه فرشته بود تو زندگی خیلی. من آره یادمه. اصلا در واقع کسی تو رو بزرگ کرد. بله. آنا بود دیگه.
آنای عزیز و همیشه اون چهره و اون خنده ها رو یادم هستش. مادر بزرگت هایده چطوره؟ خوبه. خوب هستش؟ هایده این طرف سه ماه اینجاست، سه چهار ماه ایرانه، بقیه وقتا هم پنج شیش ماه هم ترکیه هست. بسیار وقتای خوبش تابستوناش بودرومه. بودرومه. کار جدید؟ کار جدید سال 2017 که سه تا کار دادم بیرون از شرکت آونگ. بعد عرض حضورتون برسونم، فکر کنم یه دونه دیگه کار هستش که به نام نگی نگفتم ها. نگی نگفتم ها کار خانم مریم اسدیه، میلاد باران آهنگسازشه و میلاد بهشتی تنظیم کنندش. این آهنگم دارم تو هفته های آینده ویدیوش میکنم که ایشالا بتونم برای ماه آینده. یه آهنگ دیگه ازت من شنیدم که بیشتر درباره عروس داماد و این چیزا بودش، نه؟ نه اون آهنگ، آهنگ ازت شنیدم، برام فرستاده بودی. آه این همین نگی نگفتم. همین اینه. خیلی به عروسی میخورد. خیلی مثبت و به درده هستی. شهرام الان شهرام کاشانی دوباره مهمانی های خصوصی اینا میره در لس آنجلس؟ شروع کردی؟ بله. خب بسیار عالی. یه بند خیلی بسیار خوبی از بچه های لس آنجلس، بچه های نابش رو انتخاب کردیم. بچه های عزیز، مهران عزیز، کامران، فریدون هستن بچه ها. به هر حال بعضی وقتا چون برنامه اینجا نمیتونیم ما موزیسین‌های خودمون رو میدونی که انتخاب کنیم چون برنامه اونقدر زیاد نیستش، به هر حال همیشه یکی دو نفر هستن که بتونیم با هم عوض کنیم. ولی داریم شروع میکنیم برای برنامه‌های جشن‌های خصوصی هم بریم. این اگه ازت سوال نکنم خیلی دوست دارم بدونم و بعد هم ازت بپرسم. حال جسمی؟ عالی. حال روحی؟ بهتر از این نمیشه. بسیار عالی. و خوشحالم که ببینم سلامت هستی و پر انرژی. این برای ما همه خوشحال کننده است، چون همونطور که گفتگو کردیم دفعه قبل با هم دیگه، تو تا مرز اون دنیا رو رفتی. رفتیم یه سر جاتون خالی، حتی قلب چند ثانیه‌ای وایساد. بله. بعد دوباره برگشتی. خب خوبه که یه کسی این تجربه رو کرده و باز دوباره حالا مغز روشن‌تر و انرژی بیشتر. عکس آخر که ازت دیدم موها بلند بود، موها رو به خاطر ویدیو کوتاه کردی یا همینطوری هوا یا حال و احوال؟ حال و هوای حال و هوا شهرام کاشانی. اوکی. آفتاب گرفتی یه قدر رنگت چیز کردی؟ آفتاب تو این گرما دیگه بخوای بگیری و نگیری. کدوم محله زندگی می‌کنی الان؟ من بودلنگ‌هیلز هستم. بودلنگ‌هیلز هستی. خب همسایه ما محل... یه زمانی داستان جالبیه برای دوستان تعریف کنم. شهرام یه زمانی مثلا از هفت روز هفته ما پنج روز با هم دیگه بودیم راحت، اگر شیش روز یا هفت روز. بعد کار تفریح ما با هم دیگه، نخندید لطفا، تفریح ما با هم دیگه این بود که میرفتیم، خب صبح من کار میکردم یا حالا با هنرمندای دیگه ویدیو درست میکردم یا آلبوم تولید میکردیم، همه حرفا شهرام کار خودش میکرد. بعد از اون همچنین هوا که کم کم تاریک میشد شروع میکنیم به هم دیگه تلفن زدن و پیغام گذاشتن یا پیجر بود اون زمان، یا هم دیگه رو پیج کردن که شب برنامه چیه. بعد همه جمع میشدیم خونه من، با هم دیگه ویدیو گیم بازی میکردیم و فوتبال فیفا و بعد فوتبال آمریکایی، بعد مورتال کامبت، باز دوباره از اول و واسه هم دیگه کری میکنیم. شبای مختلف داشتیم. آره دیگه شبای مختلف. بولینگ داشتیم. یه شب در هفته هم بولینگ میرفتیم با یه گروهی فوتبال که میرفتیم. دوستان بودن. فوتبال بازی میکردیم یه چهارشنبه شبها با تیم هنرمندان. بعدش دیگه سینما هم ویکندا بود. آه سینما. سینما هم ویکندا بود. دو تا فیلم. بعضی وقتا سه تا. دو تا فیلم یا سه تا فیلم با هم دیگه و زندگی بود با هم دیگه سپری می‌کردیم دیگه. روزهای خوبی بوده. روزهای بسیار خوبی بود. و یاد اولین آلبوم میافتم که میگفتی اسم آلبوم کیوان بود. اسم آلبوم دومی چی بود؟ آتش. آتش. کیوان زیاد اون موقع خب به هر حال چون ویدیوهای شما هم هنوز در نیامده بود. درسته. تنین یا تپش در نیامده بود. دومی آلبوم هم که دادم به بازار، خب اولین آلبوم هم
از روی اینکه با دوست داشتم با بهترینا کار کنم، مثلا رفتم سراغ خانم ژاکلین ویگن، آقای چشمازر، خدا بیامرز، آقای آنجرانیک عزیز و چند نفر دیگر دوستانی که الان یادم نیست، خیلی وقت گذشته علی. ولی آلبوم آتش رو با هم همکاری کردیم اگه یاد باشه، در کمپانی کالتکس که خیلی هم گل کرد. آهنگ خاطر خاطر تو آتش بود با شوبرت، شوبرت هاوکیان، شوبرت استارت اصلی اولین کارهای ما با شوبرت بود. کل آلبوم همه آلبوم تموم شده بود و بعد این آهنگ خاطرخواه رو همیشه شهرام میخوند تو مهمونی ها و اینا. گفتم چرا اینو ضبط نمی‌کنی؟ گفت آلبوم تموم شده، فکر کنید بخونم. گفتم بخون. بعد رفت مدلی و هیچ وقت یادم نمیره توی آهنگا، حالا کسی که تو کار موسیقی هستن بهتر میدونن، یه توی جاز یا توی درامز یک بخشی هست به نام سنر و که وقتی روش میزنی پلی سنر پلیز، این سنره. بعد کاری که شوبرت کرد سنر رو ریورس کرد توی آهنگ خاطرخواه و این صدایی که در اومد یکی از امضاهایی بودش که این آهنگ رو خیلی جذاب کرد و پر انرژی و قشنگ. امضای این سنره دیگه آره، مود شد. آره ریورس سنر دیگه از اونجا مود شد، صدای سنر رو برگردونده. تو خوندن آهنگایی که میخونی همیشه آهنگای شاده و آهنگای پر انرژیه، همینطور هم آهنگای فور فور هم اجرا میکنی. طرفدارای تو بیشتر کدوم آهنگا رو دوست دارن؟ طرفدارای کنسرت خب میکسن، چهار چهارامو دوست دارن، باش زندگی کردن، دو چهارامو دوست دارن، یواش هم دوست دارن به هر حال، ولی خب بیشتر با آهنگای شادم میشناسنم. ولی خب به هر حال رو استیج دیگه انرژی که داریم و آهنگایی که داریم واقعا همه چی با هم کار میکنه. در زمان که شهرام کاشانی بخواد میتونه بهترین برنامه رو استیج داشته باشه و همیشه این مسئله رو من همیشه به بچه ها گفتم، گفتم شهرام اگه خودش دلش بخواد یک هیولاست، هیولای خوبا، یه هیولاست روی صحنه و صحنه رو خوب بلده، مردم رو خوب میشناسه، تماشاچی ها رو خوب میشناسه و یه مدتی از این فضای خودت دور بودی. بله. آیا امروز شهرام کاشانی آماده هست برای اینکه یک بار دیگه مثل این دیدی قهرمان های بوکس میگفتن میویدر بر میگرده و دوباره صحنه رو به دست میگیره؟ ایشالا دومیده خود من آمادگیشو دارم و دارم برحال زیاد عجله اونجوری ندارم، ولی با همون راهی که بلدم و تو کارش رشتم بلدم دارم کارم رو انجام میدم که برگردم باز به صحنه هایی که قبلا برنامه شد. لاغری چه حسی داره؟ آقا لاغر نیستم به خدا، عجب بساطی یا نگاه خیلی خوب شدی. نه you look really good. خیلی خوب شدی، خیلی خوب شدی. آقا من از اون وقتی که یادمه، خیلی جالبه، ما 16 17 سالمون بود که خواننده شدیم، توفل بودیم اون موقع که توفل بودیم و موامون بلند بود، اون موقع واسه همون 100 تا حرف در میومد. مومونو بلند میکنیم یه حرفیه، کوتاه میکنیم کچل میکنیم یه حرفیه، لاغر میشیم یه حرفیه. به هر حال جز اون هنرمنده و خواننده ها هستم که همیشه برام حرف بوده و این خب از یه طرف من خوشحالم که راجعم هم صحبت میشه، بهتر از اینه که صحبت نشه میگن بعد از فرسانی. اون دفعه اولی که این آلبوم دادی بیرون چند سالت بود؟ 18. 18. K1. دفعه اولی که من تو رو دیدم چند سالت بود؟ تو فکر کنم تو بسود هم دیگر دیدی؟ 19 سالم بود که کامبیز اومده بود میخواستی. چند سالت بود؟ 19 سالم بود. 19 سالم. نمیشه خیلی قبل از آلبوم بود. دفعه اول اول که من تو رو دیدم. آه تو شما 16 سالگی من. 16 سال قبل از آلبومم. قبل از آلبوم بود. آره خیلی قبل. اصلا خواننده نشدم. نمیدونستم تو میخوای بخونی. میخواستم داشتم شروع میکردم تازه. آره اصلا قرار نبود بخونی. نمیدونستم میخونی. پس 16 سال بود اون زمان.
بسیار عالی. امشب در ادامه برنامه شهرام کاشانی برای شما برنامه اجرا خواهد کرد. 100% و مطمئنن هم براتون جالب خواهد بود. مردم دوست داره. مرسی لطفا. منم مردم دوست دارم. من به جز مردم به جز شما کسی رو ندارم. خانوادم، دوستام. این علاقه شما هست آقا میرم. این علاقه خوبه، خیلی قشنگه. و خیلی زیباست و امیدوارم که همیشه سلامت باشی. مرسی. اول واسه خودت، دوم واسه مردم. سلامت باشی. خیلی دیگه تعریف کنم. بعد بعضی مثلا آقا با خاطر مردم نه، همه هر کسی باید برای خودش. البته فراموش نکن علی، تو این یه سال که من به قول معروف یکم کارامو به خودم رسیدگی کردم در این 10 ماه 11 ماه گذشته، واقعا یه چیزی بهت بگم، طرفدارام، مردم، دوستایی که نزدیک من، بدون کمک و حمایت این عزیزان، مخصوصا اینستاگرام و فیسبوک، این حمایتی که ازم میشه و این انرژی که ازشون میگیرم اصلا قابل گفتن نیستش. از یکا یکشون تشکر میکنم. مرسی. مرسی از شما. مرسی ازت. مرسی عزیز. خوشحال شدم که امشب دیدمت. در خدمت و حرفایی هم که زدی دوست دارم. همیشه جای گفتگوهای دیگه و نوعای دیگه هست، ولی یه برنامه هست که پر انرژیه و مهم هم اینه که امروز شهرام کاشانی برای شما قرار برنامه چه کنه و خوب و سلام در مقابل شما. پس باید وایسید. مرسی. آخه به افتخار شهرام کاشانی. مرسی. جناب
همین باشه. این لباسونی عزیزم شهر من سفر کن حرفی نمونده با امی از عشق من حتر بود ای آشنای دیروز برو بازه همیشه پنجره ای به روی تو که باز نمیشه برای عشقی جایی نداشتی دروغ گفتی دوستم نداشتی برای عشقی جایی نداشتی دروغ میگفتی شهرمو دوست نداشتی همه بسه بین موغم کشیده دیوان بسه پروم شد بسه بین موغم کشیده دیوان بسه برو پروم شد کنیم دیگه بسه دختر بندری تو مار منی میبینم به کسی لبخند بزنی دختر بندری تو مار منی میبینم به کسی لبخند
آهنگ یکم آشناس باسم برای شما هم هست دست گل اومد بی وفای آدم اومد نازی هم نمه من بحار آشنای آدم اومد نازی هم نمه من تکیلا شاخ بارون قطره قطره نازی هم نمه من از اون عشق جدا یادم اومد نازی هم نمه من امیر نازی جون غم و چشم انتظاری نازی هم نمه من و قدی مونده از تو یادگاری نازی هم نمه من نازی جون بیا برگرد خونه نازی مهربونم بیا ای نازنین در دل بجونم نازی هم زبونم بیا 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 قسم خوردی هنگام جدایی نازی هم دمه من بهار و باور از سوها بیایی نازی هم دمه من پر از سوها برگشن به خونه نازی هم دمه من بهار اینجاست نازی تو کجایی ای آه نازی جون هم و چشم انتظاری نازی هم دمه من وقتی مونده از تو یادگاری نازی هم دمه من نازی جون بیا و گرد خونه نازی مهربونم بیا ای نازمی ردت بچونم نازی هم دمونم هلا 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 بیا برو بیا برو آشالا بهار اومدم با پر پر اومد نازی هم دمه من به هر پروانه ای گفتم از عشق نازی هم دمه من از اون شمس دروغ نگم سوختم از دست این نازی همه نازی جون هم و چشم تزاری نازی هم دمه من و قدی مونده از تو یادگاری نازی هم دمه من نازی جون بیا برگرد خونه نازی مهربونم بیا ای نازنین دادت به جونم نازی هم نبون نازی جون من بوش نتظاری نازی هم نمه و قدی مونده از تو یادگاری نازی هم نمه نازی جون بیا برگرد خونه نازی مهربونم بیا ای نازنین درد همه تون به جونم تا دیدار بعد همه تون به خدای بزرگ می‌سپارم شبتون بخیر مرسی